سلام، مهمون این قسمت از بدون تعارف نابغه ایه که 28 سال از اون غافل بودیم. هم ما رسانه ها، هم مسئولانی که وظیفه داشتن از اون نهایت استفاده رو برای کشورمون ببرن. قصه ای شاید باور نکردنی. آقا سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبی؟ سلام علیکم، خوبید انشالله؟ زده ماشی، باید در خدمت زحمت افتادید، خیلی ممنون، خدمتون باشیم. آقا چند سالتونه؟ من 70 سال. ماشاءالله. نمیخوره؟ خب من هر روز ورزش میکنم. همین الان رو ورزش میکنم. اهل کجایید؟ من اهل چرمهینم، از توابع لجان استاد اصفهان. پس بچگیتون کار کردید؟ بله بله، من 24 ساعت کمک پدر رو میکردم داخل کشاورزی. تا اونجا که میتونستم تا بسونا کار میکردم که مخارج تحصیل خودم در بیارم. چی کار میکردم؟ بندایی میکردم با برادرم. بله. آرزوی بچگی شما چی بود دوران بچگیت؟ من حقیقتش تو زندگی عاشق درس بودم، یعنی تو درونم همیشه چیزی که میخواستم یاد بگیرم، همیشه میخواستم بفهمم که اصلا این دنیا، این کهکشان ها، اصلا زندگی، این فیزیک پشت این پلنت چیه. از همون موقع ما عاشق کامپیوتر شدیم، بودیم خدای کامپیوتر چیه. تو روستا شنیده بودیم؟ تو روستا، و این همیشه توی سر من بود و من همیشه هرچی میرفتم جلو همیشه هی بیشتر مشتاق بودم که مثلا این تکنولوژی چیه. با اون شرط سختی که داشتید فکر میکردید بتونید موفق باشید مثلا، یا میگفتید نه من جای تلاش بعد با اینکه وضعم خراب بود لازم مادی، ولی همیشه امید داشتم که من میتونم به اون جاهایی که بخوام برسم میتونم برسم تو زندگی. و واقعا هم هیچ وقت خودمو نباختم علی رغم اینکه توهی دست بودم. آقا من اجازه دارم شما رو معرفی کنم؟ بفرمایید. نه آقا، یه چرمهینی که قصهشون رو تا اینجا شنیدید، بچه روستا، من بهتر بگم پروفسور چرمهینی. نه با چرمهینی کافی. یکی از دانشمندان ناشناخته کشورمون هستم که از روستا به عشق تحصیل میرن آمریکا، تحصیلاتشون رو میگذرونن و میشن کسی که در تکنولوژی فضایی آمریکا در ناسای معروف یک کار برجسته انجام میدن. همون ایرانی هایی که میشنوید میگن در ناسای آمریکا کار میکنن، یکیشون نشونه. آقا خیلی مخلص. قربانت، ما در خدمت هستیم. ما از این به بعد شما رو دکتر پروفسور خطاب کنیم. همون چرمهینی. ما همون چرمهینی کافیه برام. ما در خدمت هستیم. شما از روستا برای ادامه تحصیل رفتی آمریکا؟ من رفتم آمریکا. پولا کجا آوردی رفتی؟ بعد آفرین، من 2 سال تو سربازی بودم، پولامو جمع کردم. بعد از سربازی اومدم توی شرکت فرانسوی برداستترا تو ایران. تو ایران کار کردم. مترجم شده بودم. من فارسی بلد نبودم، زبان مترجم زبان فرانسه شده بودم برای فرانسوی. خلاصه بعد پولامو که جمع کردم رفتم آمریکا، 2 بار تو سیاتل واشنگتن زبان خوندم. بعد از 2 بار رفتم دانشگاه. خب دانشگاه اودیو تو ویرجینیا دیگه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، فوق دکترا، ما تو دانشگاه ویرجینیا فوق دکترای مکانیک. بله. آمریکایی‌ها زیاد باهوش نبودن تو کارهای فنی، مثلا بیشتر برنامه نویسی اینا. من خیلی قوی تر بودم از آمریکایی‌ها. من برای اونا برنامه می‌نوشتم، به من پول می‌دادن. تو خود همونجا بهشون درس میدم تو استاتیک، داینامیک، دیزاین، وایبریشن، مکانیزم. من الان مغزم داره هنگ میکنه شما اینا رو همه رو میکنه. بعد از اونجا دیگه رفتیم، گفتن عجب کسی هستی؟ ما یه مقاله تو اکسپریمنتال مکانیک هندبوک چاپ شد، فوتو ارسوتراپی کامپوزیتس. گفت چرمهینی، گلیا گفت چرمهینی تو باست بری تو نسا و برای ما کار کنیم و دانشگاه رو بری بالا. گفتیم باشه. ما اصلا نمیدونستم نسا کجاست. آقا کی به شما گفت؟ بعد رئیس دپارتمان مکانیک ویرجینیا گفت برو تو نسا کار کن. برای گفت باز ادا ما شما رو میفرستیم تو نسا، به تو حقوق میدیم که بری پروژه های نسا رو از طریق دانشگاه برای ما چیکار کنی؟ کار کنی. گفتیم باشه. برای من خدا بود. نسا او بوده. این تو ناساست؟ بله تو ناسا.
شما کدومی؟ من وسط هم، وسط در همین ایشون. بله من چیرمهنی، من اصلا سیبیل مشکی و مور مشکی. اینا دانشمندای نسا؟ اینا همه دانشمندان ماتریال دیویژن نسا لنگلی هستن. خیلی خوب. مدرکتون هم اینجاست؟ بله مدرک من این دکتر فیلسوفیه. این چیه؟ که همین مدرک دکترا منه و این هم ترجمهش است و که تو وزارت فرهنگ و آموزش عالیه. دکترای مکانیک مهندسی از آمریکا. بله. آقای دکتر. بله. شما در ناسا مشغول کار شدید. بله. و سال 1986 اگه اشتباه نکنم. بله بله. یک اتفاقی میفته. درسته. که شما دیگه خودتون رو خیلی بیشتر نشون میدید، یعنی یک نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز. درست. بله. سال 1986 سفینه شاتل رو آمریکا. بله. پرتاب کرد. پرتاب کردن. تو پرتاب شدن بعد از یه دقیقه و 27 ثانیه این مخزن سوختش دچار مشکل شد، منفجر و انفجار انجام شد و 7 نفر مردن و شاتل سقوط کرد در اقیانوس. و دولت آمریکا و خود پرزیدنت ریگن اومدن پشت تلویزیون و گفتن هر چه زودتر مشکل شاتل را پیدا کنید. شما موقع در ناسا بودید و بله. شروع کردید به پیدا کردن مشکل. بله. من اونجا برنامه سه‌بعدی که نوشته بودم اومدم و استفاده کردم و ریدیزاین کردم، یعنی طراحی مجدد بوستر. اومدم روی پید کار کردم، یعنی ساده بگم مشکل شاتل رو حل کردی. بله. و پرتاب شد. بله شاتل دیگه دو مرتبه تو مدار کاری قرار گرفت. بله این کارو شما کردی. این کارو بعد بله. سندی هم داشتید براش اینجا؟ بله سندش همین چیزی که نیومد نوشته. بله سالید راکت بوستر دست کاز چالنج اکسیده. یعنی چی؟ یعنی اکسیده به همین حادثه که به وجود اومد به وسیله زیپ تریدی برنامه که من نوشتم مشکل برطرف شد. آقا ببینید چقدر کارش درسته این دکتر. فرمانش رو بچه کنید. خب باز دوباره قصه شروع میشه. بله اوکی. شما شاتل رو تونستید مشکلش رو حل. بله. چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اونجا بعد از اینکه مشکل رفع شد دیگه $200,000 داد ماتریال دیویژن نسا، رئیس جمهور وقت آمریکا. رئیس جمهور وقت آمریکا $200,000 داد برای چی؟ برای پاداش به دانشمندان ماتریال دیویژن که این کارو کردن. کارو کردن. برای من یه پلیمر گرفتن. من به نیومن گفتم برای 5 سالی که من اینجا کار کردم یه پلیمر. گفت $200,000 به دانشمندای خودشون به شما یه پلیمر دارن. من گفتم برای 5 سالی که اینجا من کار کردم همه پولیمر. گفت کامان یار فارنر دست برفیزنا بخوای نخوای توی خارجی هست. ما دیگه نمیدونستم اون موقع چی کار کنم. گفتم من شنبه شنبه کار میکردم، هیچ دانشجوی تو آمریکا شنبه شنبه کار نمیکرد. من 5 سال همه 7 روز هفته را کار میکردم، ولی آخرش این طرز برخورد نیوما بود که من دیگه اصلا سرد شدم از زندگی در آمریکا. بعد چیکار کردید؟ سوئدیا و فرانسویا گفتن بیا برو ما کار کن. من به سوئدیا گفتم باشه. رفت کارا من انجام داد. من رفتم تو FFA مرکز فضایی سوئد. آن دیگه آمریکا نموندی؟ آمریکا نبودم، رفتم سوئد و 4 سال در مرکز فضایی سوئد بودم. اینم تو مرکز فضایی سوئد. من اصلا تو مرکز فضایی سوئد چی شد برگشتید ایران؟ من تو مرکز فضایی سوئد که بودم خود آمریکایی‌ها توی کنفرانس بین‌المللی اومدن تو خود FFA دنبال من. گفتن بیا اونجا با برنامه‌ای که شما نوشتی برای شاتل، برای درهای شاتل دو مرتبه استفاده می‌کنیم و خیلی کارهایی داره برای بابا. دوباره آمریکایی‌ها. آمریکایی گفتن دارید. گفتم باشه. و من بعد نرفتم آمریکا.
اومدم و گفتم آخه من 5 سال اونجا کار کردم، ولی خودم چه گوری رو سرم ریختن که حالا دو مرتبه برم براشون بیگاری کنم؟ چون میدونی تصور خیلی اینه که اونور خیلی قدر نخبه ها و دانشمند. شما اگه 3 سال توی کشور خارجی باشی همیشه خارجی هستی. چی شد برگشتید ایران؟ به مادرم گفتم که من دعوتنامه از ژاپن دارم و تو مرکب از آیه سوید هم هستم. گفت اگه میخوایی بعد از راضی باشم بیام و در همین شهر خودمون هزاران کار هست. گفتم من که دیگه خونم و مادرم رنگیتر نیست و منم ایرانی هم و افتخارم بکنم ایرانی هم. برگشتید اینا رفتید تو روستا؟ بله رفتم تو روستا پلو مادرم. مادرم اون دست آخر که نمیتونست راه بره کلش میکردم، بعد مردم نگاه میکردم. گفتم چرا تعجب میکنه زمانی ایشون منو کول میکرد؟ من حالا در دو کلاس درس خونده برای خودم خوندم، ولی مادر منه، این خیلی به گردن من حق داره. الان باور میکنه کسی؟ اصلا من خودم بعضی موقع شب میخوابم میگم مگه میشه اینه که بره تو نحسا این کارا رو بکنه، بعد بره تو مرکب فضایی سوئد، بعد رو بره توی ده کوچک مثل تو چهرمهی زندگی کنه. واقعا دست امیزینگ، واقعا خیلی اعجاب آور. واقعا شده جایی بگید من کجا بودم باور بله. نکنم من اتفاقا رفتم جایی که میگفتم تو پارسپورت که کار میکردم میگفتم شما راننده بیدیبوسی، اصلا باورشون نمیکرد که من تو نحسا بودم. بعد که مستندا دیدن زنگ زدن گفتم انگار تو نحسا بوده ای. گفت چرا نمیگفتی؟ گفتم حالا چی بگم، ما اهل قیافه ما شواف نیستی. شما چند سال پیش برگشتید ایران؟ من 28 سال پیش برگشتم. 28 سال پیش؟ بله. من یه کارگاه دارم اونجا کار میکنم و هنوز هم دارم کار میکنم. الان کارگاه دارین اینجا؟ بله. چه کارگاهی؟ همین کارگاه هیدرولیکی و پیکور، گراف. چیه ساده بخوایم بگیم؟ همین تجهیزات چیه؟ تجهیزات راهسازی. وقتی برگشتید ایران بله کی شما رو صدا زد؟ کجا اومد سراغ شما؟ بله. و بله. کجا این تجربه های شما رو شنید؟ حقیقتا دای بلند. چرا؟ یه و اون چراشو نمیدونم بارست. اینجا که دیگه خارجی نیستید، اینجا وطنتون برگشتید، اینجا که دیگه باید توجه میشد به شما دیگه. اینجا رو مثل همه خارجی هستیم تو وطن خود بودم، برای که من درسایی که خوندم برای وطنم خوندم، نه برای شعاف نه برای قیافه گرفتن نیچی، ولی من اون چیزی که خوندم نتونستن از من اصلا استفاده کنن تو مملکت خودم. و الان هم تو همون روستای چرمنی زندگی میکنم. الان تو همون روستای چرمنی هستم. یه چندین ساله که این پیکانو دارم. نظرم باید دکتر رو تشویق کنیم به خاطر این روحیه و معرفت. آقا خیلی مخلصیم، خیلی خوشحال شدیم شما رو دیدیم.